این ویدئو میخوایم خیلی کوتاه راجع به مبارزه دانشجوها در دوره انقلابی صحبت کنیم. اول اجازه بدید که به تسامح انقلاب رو دوره‌ای تعریف کنیم که در طی اون پیگیری منافع کوتاه مدت، بخشی و صنفی معنایی نداره. انقلاب میدان مغناطیسی موقتی رو میسازه که توش همه پیکانها به سمت ابرموزل سیاسی میچرخن. در این دوره این توافق جمعی شکل میگیره که براندازی شرط لازم برای حل موزلات بخش بخش جامعه است. حالا این موزلات مستقیما با براندازی حل میشن یا اینکه پس از براندازی امکان مطرح شدن در سطح جامعه رو پیدا میکنن. جنبش دانشجویی هم از این قاعده مستثنا نیست. مثلا دیگه هدف فعالان دانشجویی از راه اندازی تجمعات این نیست که یک انجمن آزاد در دانشگاه تشکیل بشه یا ساعت‌های کاری سلف افزایش پیدا کنه، بلکه هر چیزی حول ابرموزل سیاسی تعریف میشه و معنا پیدا میکنه. بنابراین نیروی انقلابی کسیه که به اهمیت میدان مغناطیسی موقتی که مادر انقلاب خلق کرده واقفه، بهش وفاداره، ازش برای تداوم مبارزه نیرو میگیره و با تداوم مبارزه بهش نیرو میده. در اثر قرار گرفتن در این میدان مغناطیسیه که یک فعال دانشجویی، یک فعال برابری جنسیتی و یک فعال صنفی تنها در عرض چند روز به یک نیروی انقلابی تبدیل میشه. جنبش دانشجویی در 11 هفته‌ای که از آغاز انقلاب جینا گذشته، به خصوص هفته‌های 7 تا 9، نقش تعیین کننده‌ای در زنده نگه داشتن آتش انقلاب داشته. اما در دوره انقلاب هیچ دلیلی وجود نداره که دانشجوها مبارزه رو به صحن دانشگاه محدود کنن. ما آسیب این پدیده، یعنی تمرکز و فرسایشی شدن مبارزه در صحن دانشگاه‌ها رو در جنبش سبز هم دیدیم. نسبت مشارکت کنندگان در تجمعات انتهای جنبش سبز در بعضی دانشگاه‌ها در مقایسه با تجمع‌های ابتدایی به 0.1 کاهش پیدا کرده بود. در دوره انقلاب تنها زمانی مبارزه در صحن دانشگاه معنا میده که این کار در چارچوب منطق هزینه فایده توجیه پذیر و در برایند نهایی به سود انقلاب باشه. باید به یاد داشته باشیم این همافزایی نیروها و همراهی چند سویه با جنبش‌های دیگه مثل جنبش برابری جنسیتی و جنبش کارگریه که رخداد روز آخر رو میسازه. این ادعا کاملا درسته که در مقایسه با خیابان شدت و عمق سرکوب در دانشگاه‌ها کمتره، اما متاسفانه گستردگیش بیشتر و کاربستش برای دشمن آسان‌تره. چون دانشگاه پر از دوربینه و سیستم آدم‌ها رو میشناسه، عناصر سرکوب میتونن به راحتی مخالفان رو شناسایی کنن. در این حال حراست دانشگاه با اطلاعاتی که از دانشجوها داره کافیه که با خانواده تعدادی از دانشجوها تماس‌های تهدیدآمیز بگیره. به این ترتیب به جای کمیته انضباطی و پلیس و دادگاه، این پیوندهای بسیار پیچیده و محکم عاطفی، اقتصادی و اجتماعی بین فرد و خانواده‌اش هستند که نقش نیروی سرکوب رو بازی می‌کنن و به حسب تعداد زیادی از نیروهای خیزش منجر میشن. در مبارزه های دانشگاهی یک مشکل اساسی دیگه هم به وجود میاد که ما در اطلس زندان‌های ایران اسمشو گذاشتیم اثر ماهرخ. ماهرخ رفتن به کمین کردن، پاورچین رفتن و ژست آماده جهش شکارچی گفته میشه. در دانشگاه ها دانشجوهای رادیکال تری که به طور علنی علیه جمهوری اسلامی موضع میگیرن به نقاط مرکزی تبدیل میشن که دانشجوهای مخالف دیگر رو به خودشون جذب میکنن. در شرایط انقلابی کافیه که دشمن این نقاط مرکزی رو تعقیب و مراقبت کنه تا تعداد زیادی از مخالفان ناشناس از جمله کسانی که به طور زیرزمینی مبارزه میکنن زیر ضرب برن. در این تصویر نقطه سبز دانشجوی رادیکالیه که علیه جمهوری اسلامی فعالیت علنی میکنه و مخالفان ناشناس بهش جذب شدن. با توجه به اینکه دایره‌های پیرامونی خودشون هم به افراد و حلقه‌های دیگه‌ای متصل هستن، تعداد زیادی از مخالفان رژیم به صرف نزدیکی به نقطه سبز شناسایی میشن و زیر ضرب میرن. برای جلوگیری از این وضعیت، کسانی که در دانشگاه مبارزه میکنن حتما باید مبارزه علنی و مبارزه زیرزمینی رو از هم تفکیک کنن. مبارزان انقلابی باید با اجتناب از قرار گرفتن در حلقه های نزدیک به نیروهای علنی خودشون رو از دیدرس دشمن خارج کنن. به این ترتیب تنها دانشجوهایی که سطح ریسک پذیری پایین تری دارند و در این شکل با رنگ نارنجی مشخص شدن به دانشجوی علنی جذب میشن و این احتمال هم وجود داره که به مرور وارد فعالیت‌های رادیکال تر بشن. نیروهای انقلابی زیرزمینی در عوض میتونن خودشون رو در قالب هسته‌های مقاومت پنهان مثل گروه پشتیبانی برای حمایت و مراقبت
گروه اقدام میدانی برای ملتهب نگه داشتن فضا و گروه اقدام انقلابی برای خنثی‌سازی نیروی سرکوب و کنش‌های مخاطره‌آمیز دیگه سازماندهی کنند. فراموش نکنیم که در محیط‌های دانشگاهی هر چقدر شناسایی نیروی انقلابی برای دستگاه سرکوب آسونه، به همون نسبت شناسایی عناصر سرکوب هم برای قوای انقلابی ساده است. البته نیازی نیست که هسته‌های مقاومت به هم وصل بشن. در انقلاب جینا در مناطق مختلف ایران گریله‌های شهری ظهور کردند. گریله‌های شهری عمدتاً از امکاناتی که محیط در اختیارشون قرار میده استفاده می‌کنن و میتونن بدون نیاز به اتصال به یک گروه بزرگ صدمات مهلکی به اشغالگران وارد کنن. تمام چیزی که در این ویدیو گفتیم نه دستورالعمل، بلکه بیشتر یک ذهنیت یا زاویه دید بسیار انعطاف پذیره که با توجه به شرایط پیرامونی نیروی انقلابی تغییر میکنه. مهم اینه که بدونیم رفتارهای ما در پروسه انقلاب باید با دوره رکود سیاسی متفاوت و در خدمت هدف جمعی باشه. لطفاً به یاد داشته باشید که این ویدیو به هیچ وجه اهمیت تجمع‌های دانشجویی رو زیر سوال نمیبره، بلکه صرفاً گزینه‌های دیگه‌ای رو به انتخاب‌هامون اضافه می‌کنه و از ضرورت انطباق استراتژی و تاکتیک با مختصات سیاسی صحبت می‌کنه. در نهایت این خود فرد انقلابیه که با سنجش موقعیت استراتژی، تاکتیک و دستورالعمل‌های مبارزاتی خودش رو تنظیم می‌کنه. مثلا موقعیت دانشگاه فردوسی مشهد که در یک محیط بسیار بزرگ با دانشکده‌های با فاصله زیاد ساخته شده و اتوبان‌ها و پارک‌ها محاصرش کردن، با دانشگاه تهران که در خیابان انقلاب قرار گرفته متفاوته. در عوض دانشگاه فردوسی خوابگاه‌های متراکم و قلعه مانندی داره که میتونن در مبارزه با نیروهای دشمن مورد استفاده قرار بگیرن. این که در چه لحظه‌ای چه کاری درسته، چیزیه که نیروی انقلابی باید تشخیص بده.